برقراری آتش بس خواست مکرر دولت افغانستان که هنوز پاسخ مثبت دریافت نکرده است. پس از دیدار هیئت طالبان با مقامهای پاکستانی، نخست وزیر این کشور با رئیس جمهور غنی گفتگوی تلفنی داشته است. ارگ در خبرنامه گفته است که عمران خان در این گفتگوی تلفنی گفته که اسلام آباد افغانستان را در کاهش خشونت و برقراری آتش بس یاری می‌رساند. اما وزیر خارجه پاکستان میگوید برقراری آتش بس تنها مسئولیت طالبان نیست و باید تمام طرف‌ها در افغانستان نقش خود را بازی کنند. تشدد می کمی آید، لیکن با وصف آغاز گفتگوهای صلح، آنگونه که انتظار می‌رفت در سطح خشونت کاهش چشمگیر به میان نیامده است. اما این مسئولیت را نمی‌توان تنها برداشت طالبان گذاشت. همه طرف‌ها باید در این زمینه نقش بازی کنند. تو به حقایق که برعکس ہوگا. اما شورای عالی مصالحه ملی برقراری آتش بس را از موضوعهای اساسی در آجندای گفتگوها می‌داند. عبدالله عبدالله میگوید با وجود رهایی بیش از 6000 زندانی طالبان، میزان خشونت همچنان بالاست. ما آتش بس باید میداشتیم یا کاهش خشونت به حدی میداشتیم که مردم را قبول میکردن و در زندگی خود در زندگیشان تأثیر شمی دیدن. متاسفانه او کار نشده و امروز هم تأکید اصلی مردم افغانستان به کاهش خشونت به شکل جدی و محسوس بر همه مردم افغانستان است. پس از سفر هیئت‌های گفتگو کننده دو طرف به کابل و اسلام آباد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز به کابل آمد. ریاست جمهوری در خبرنامه گفته که مارک میلی در دیدار با رئیس جمهوری بر کاهش خشونت‌ها تاکید کرده و از دوام پشتیبانی واشنگتن از نظامیان افغانستان اطمینان داده است. فشار معین بالای پاکستان آمده و روابط کابل و اسلام آباد هم حسنتر شده رئیس. با در نظر داشت از امیدواری از زیر نشان میده که باید یک گام بسیار بزرگ برداشته شود و یک از این موارد باید آتش بس باشد. با این همه بر اساس تصمیم هیئت‌های دو طرف دور بعدی گفتگوها تا کمتر از 20 روز دیگر در 5 جنوری سال آینده میلادی آغاز می شود. معصوم استانگزه رئیس هیئت جمهوری اسلامی میگوید که در این مدت با رهبران حکومت، چهره های سیاسی و بخش های گوناگون جامعه مشورت می کنند.